ببین سه تار در ابتدا سه تا سیم داشته، میاد یک سیم رو درویشی به نام مشتاق علی شاه اضافه میکنه به روی سیم سه تار. خب این سیم هم میشه سیم سوم اینجا، یعنی در کنار سیم بم که در از صدای ساز رو کامل تر میکنه و یه مقدار سیم بم رو به یک صدای زیری هم آغشته میکنه و کامل میکنه صدای ساز. خب حالا مشتاق علی شاه ایشون یه درویشی بوده که میگن قرآن رو با صدای سازش مینواخته، با ستارش قرآن رو مینواخته. اون زمان هم خب باز متعصبینی بودن که بالاخره این موضوع براشون خوشایند نبوده، آخر سر فتوایی میدن و ایشون رو تصمیم میگیرن که در واقع بکشنش، اعدامش کنن. میبرندش در یک محلی رو میگن تپه خرفروشان بوده، میگفتن اونجا میبردن و حیوانات رو به فروش میرسوندن، اونجا میبرن و مردم سنگسارش میکنن، یعنی حکم سنگسارش میدن و سنگسارش میکنن. و ایشون قبل از اینکه این کار رو انجام میدن برمیگه میگه که منو نکشید، اگر به خودتون رحم نمی کنید به سگا و گرگاتون رحم کنید، به زنا و بچه هاتون رحم کنید، این کار رو نکنید. و خب این اتفاق میفته. بعدها میاد آقا محمد خان قاجار به این به کرمان حمله میکنه و طی زمانی که مردم کرمان در محاصره بودن از شدت گرسنگی به جایی میرسه که سگ‌ها و گربه‌هاشون رو حتی میکشن و به عنوان غذا استفاده میکنن. و میگن شهری خونبهای مشتاق شد و این سیم مشتاق در واقع این سیم سوم دیگه میمونه روی این ساز و ستار به اسم ستار ولی با چهار تا سیم در حال حاضر مورد استفاده است.